عرض سلام دارم، وقتتون بخیر، خوش اومدیم به کافه پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم و سلام هم عرض کنیم به محضر آقامون و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. انشالله که عنایتی بفرمایند و ما سرفکنده نباشیم در محضرشون انشالله. جناب آقای ابتهی، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اتفاقات خیلی زیاد تو این هفته افتاده، دیشب هم اشاره شد و امشب علاوه بر اون اتفاقاتی که افتاده، یکی از مهمترین وقایعی که هست مجروح شدن امام حسن مجتبی علیه السلام در صوابات مدائن هست. راجع به این موضوع که بخوایم بحث بکنیم، اصلا به این سوال برمیخوریم چرا امام حسن مجتبی از قلمرو حکومت خودشون که مدینه بود به صوابات مدائن اومدن؟ عرضم به خدمتتون، این قصه یک مقدمه ای داره که اصلا چه شد این، حالا این واقعه در حواشی جنگی اتفاق افتاد که امام حسن صلوات الله علیه با معاویه داشتند و بعد از جریان صلح این قصه اتفاق افتاد. منتها اجازه بدید قبل از اینکه ما به خود واقعه بپردازیم، من یک مطلبی رو میخوام مقدمتا عرض بکنم. شاید حالا به تعبیری بتونیم بگیم دو تا مقدمه بچینیم بعدن وارد بر بحث بشیم. یکی این که در شاید سوال پیش بیاد، خب حالا بابا این همه قصه هست تو اجتماع، حالا یک مثلا واقعی اتفاق افتاده و یک جریانی شده، شما بیان یه برنامه پر کنید، یک ساعت وقت بیننده رو بگیرید که آقا بله امروز فلان قصه اتفاق افتاده. چرا؟ جهت اینها چیه؟ عرضه بداریم که چند جهت مهم داره. درست. یک جهت اینه که اینها بهانه هایی است برای توجه پیدا کردن به ذوات مقدسه معصومین. یعنی شما نگاه بکنید، اگر ما بریم به عنوان مثال به سراغ کتاب زاد المعاد اثر مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون به روز 23 رجب که میرسن به چنین روزی، ذکر میکنند که در این روز خوبه که و سزاواره و پسندیده است که زیارت امام مجتبی خونده بشه و لعن و نفرین بشه به دشمنان و ظالمان و قاتلان امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه. همین یعنی یک اتفاق باعث میشه که ما زیارت بکنیم، بهانه ای شده. خب ما خیلی ادله و روایات متعددی داریم به خاطر برای اینکه توجه کنید به ذوات مقدسه، از دور و نزدیک سلام بدیم، زیارت کنیم، توجه داشته باشیم، اون ارتباط رو برقرار داشته باشیم همیشه بین خودمون و ذوات مقدسه معصومی. خب اینهای بهانه هایی است که کمونطور که در جامعه عادی خودمون، در عرف روزمره خودمون همینطوره، وقتی بین دو نفر که یک علاقه و ارتباطی با هم دارن نگاه میکنیم، به دنبال بهانه ای هستند که این علاقه رو، این ارتباط رو، این محبت رو به رخ بکشن. حالا میاد سراغ من، مثال عرفیاتش رو میزنم، میره به سراغ سالگرد آشناییشون، سالگرد تولدشون، سالگرد ازدواجشون، این قصه ها رو بهانه ای میکند برای ابراز و به رخ کشیدن اون محبت و علاقه. دقیقا توجه ما یک جهتش بینه، آقا ما باید بایستی نسبت به امام مجتبی یک توجهی داشته باشیم، یک ارتباطی داشته باشیم. خب ایام ولادتشون، ایام شهادتشون، ایامی که به نحوی مرتبط با حضرت میشه مثل همین قصه، یا ایامی که بعضی از فضائل حضرت اتفاق افتاده، مثلا ایام ذوالحجه، ایام نزول آیه هل اتی، جریان اطعام فقیر. خب خوبه که توجهی میشه به امام مجتبی، توسلی میشه به امام مجتبی، این آثار رو داره. یک جهت. یک بعد دیگری هم هست، بعد دوم که توجه میشه بهش اینه که گاهی اوقات ببینید اهل بیت یکی از خصال و صفات بارزشون شجاعت بود. درست. برای آدم شجاع یک جراحت یا یک ضربت
مسئله نیست. چون تو بسیار از جنگ‌ها می‌رفتن و اهل بیت مجروح می‌شدن، برمی‌گشتن، بله. التیام پیدا می‌کرد. اصلا حتی در قصه جریان قصه سید الشهدا واقعه کربلا، اون مکالمه ای که صورت گرفت، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه طرف عرضه داشت و حضرت تایید کردن آقا عادت شما شهادته، اصلا شما عجین شدید با شهادت و با این مسائل به یک ضربت و یک. ولی گاهی اوقات این صرف یک ضربت نیست، صرف یک جراحت نیست، اتفاقات دیگه هم پشتش هست، ناشی از یک مسئله مهمیه، حاکی از یک مسئله بسیار مهمیه که توجه داده شده بهش. درسته. چرا توجه داده شده؟ که من شیعه در طول تاریخ بیام توجه به این واقعه بکنم و پشت پرده اون رو بفهم. ببینید در من باز مثال رو از سید الشهدا شروع میکنم. ما در خصوص قضایای سید الشهدا میبینیم که خیلی توجه و نگاه ویژه‌ای از اهل بیت هست به تعظیم و بزرگداشت عاشورا. درسته. روایت بسیاری هم هست. بله، ثواب گریه، ثواب زیارت. وقتی که خوب توجه ها جلب میشه میرسیم به کلامی از سید الشهدا، قتلنی فلان و فلان. درست. پشت پرده رو مشخص میکنه حضرت. این قصه حاکی از یک جریان دیگری است. حضرت زینب کبری صلوات الله و سلام علیه، کسی که پیام عاشورا رو به جهان رسانیدند، عرصه های مختلف رو میبینند، یک مواجهه بین بدن سید الشهدا و بی بی صورت میگیره، سلام میدهند، السلام علی قتیل یوم الاثنین. باز دو مرتبه توجه میشه که اینجا بازگشت ماجرا به چه روزی هست، به کجاست. خب اون قصه چیه؟ قصه غصب خلافته. قصه غصب خلافت چیست؟ انحراف تمام بشریت، ریشه انحراف بشریت اونجاست. یعنی قصه صرفا این نیست که حالا بگیم آقا یه جراحتی شده، یه شهادتی. بله، خود این جراحت کوچکترین جسارتی و حد که حرمتی اصلا نابخشودنی و غیر قابل اغمازه. ولی یک بعد را هم، یعنی ما تمام این وقایع زو ابعاد، به قول ما طلبه ها ابعاد مختلفش رو باید توجه کرد. لذا نگاه میکنی آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه در یکی از بزنگاه های حیاتشون واقعی اتفاق میفته به نام معراج. درست. که در اون معراج تمام نقاط مهم و استراتژیک عالم خلقت به رسول الله نمایانده میشه، از نقاط جغرافیایی کره خاکی تا مقام قاب قوسین عالم بالا. یک سری وقایع، یک سری برنامه ها، یک سری از اون چه که قبلا اتفاق افتاده، یک سری از اون چیزهایی که بعدا اتفاق خواهد افتاد در این شب در این واقعه بیان میشه. لازم نگاه بکنید اصلا یه بخشی از تاریخ پیامبر رو معراج نامه ها به خودش اختصاص داده. خب در این معراج آقا رسول الله تشریف فرما میشوند، مکالمه ای بین خداوند تبارک و تعالی و آقا رسول الله برقرار میشه. در اون مکالمه خداوند تبارک و تعالی میفرماد یا رسول الله، من به سه چیز، این روایت شریف است مفصل در کامل زیارات، به سه چیز شما رو امتحان خواهم کرد. یک، دو، سه. یکی از اون موارد مظلومیت های اهل بیت توست. بعد مظلومیت ها نام برده میشه. یکی از اون مظلومیت ها جسارتی است که به امام مجتبی می شود. یعنی دو مصیبت رو نسبت به امام مجتبی ذکر می کنه. یکی این جسارتی که در جنگ با معاویه اتفاق افتاد و یکی مسئله شهادت، اصل شهادت امام مجتبی. این دو تا در زندگی امام مجتبی اصلا نموده بسیار زیادی داشته. نموده بسیار. ببینید من این هست کمی دایره لغات ماست، مجبوریم اینطور مثال هایی رو بیان بکنیم. شما وقتی که الان یک مثلا برنامه، یک پروژه‌ای برگزار میشه، یک فیلمی ساخته میشه، سریالی ساخته میشه، برنامه‌ای ساخته میشه، میان قبل از اینکه خود قصه اتفاق بیفته یک تیزری تهیه میکنن از این برنامه. پیش تولیدی دارن برای خودشون. آره،
تو اون تیزر بزنگاه های اون حالا فیلم یا سریال یا برنامه نشون داده میشه آقا نقاط مهم این فیلم این هاست، درسته؟ یا یک کتاب یا مقاله‌ای که نوشته میشه یک خلاصه از اهم مطالبی که قراره بحث بشه اونجا بیان میشه. در شب معراج در بین مصائب امام مشتبه، خب مصائب امام مشتبه که یکی دوتا نیست، مصائب کوچه هست، مصائب سقیفه هست، مصائب ایام شهادت امیرالمؤمنین هست، مختلف یکی دوتا نیست. دست گذاشته میشه رو دو نقطه، یک مصیبت شهادت که ما در هفته سفر عرض ادب میکنیم محضر امام مشتبه، دو این مصیبت، مصیبت جسارت به حضرت در این ایام. لذا این قصه فراتر از این یک جراحتی است که مثلا بگیم حالا یک جراح ابن سنانی مثلا اومده در صابات مدائن یک خنجری یا دشنه ای زده به زانوی حضرت و ران حضرت و شکافته تا به استخوان رسید. خیلی قصه فراتر از این حرف است که خداوند در شب معراج به عنوان دو بزنگاه زندگی امام مجتبی برای آقا رسول الله بیان کرده. یا در مورد دیگری آقا امیرالمومنین، از امیرالمومنین روایت شدین اگر اشتباه نکنم در امالی صدوق، مرحوم صدوق علی الله مقام الشریف است، در امالی صدوق نگاه میکنیم میگه که آقا امیرالمومنین نشسته بودن، مرحوم صدوق روایت میکنه امیرالمومنین نشسته بودن فرمودند که من بودم بی بی صدیقه کبرا حسنین، آقا رسول الله نگاه کردیم حضرت گریه کردن، گریه شدیدی. سوال برام پیش اومد که خب قصه ای نشده، علت این گریه چیه؟ از آقا رسول الله پرسیدیم، حضرت فرمودن جبرئیل برایم بیان کرده مصائبی که بر شما وارد می شود. خب بیان می کنن مصائب رو، نمیخوام وارد اون فرازش بشم. بعد فرمودن گریه می کنم به خاطر مصائبی که بر توی امیرالمؤمنین وارد می شود، که اون مصائب چیست؟ 1, 2, 3, 4, 5 نام می برن. گریه می کنم بر مصائبی که بر فاطمه هم وارد می شود، که اون مصائب چیست؟ ذکر می کنن. برخی مصائب رو ذکر می کنن که هر کدوم در جای خودش برای ما محل توجهه که چرا از بین تمام این مصائب حضرت دست گذاشتن روی خب تعداد خاصی. آره این اینها هر کدومش در جای خودش قابل استفاده است و میشه معارفی رو ازش و مطالبی رو ازش کشید بیرون. نوبت به قصه امام مجتبی که میرسه، از این فرمان دارم گریه میکنم به خاطر مصائب امام مجتبی. چیه؟ من طعنت الحسن فی الفخذ، از اون ضربه ای که به امام مجتبی و توسط دشنه در رانش زده شد و زده میشود. و سم الذی یسقا، سمی که حضرت رو به شهادت، سمی که به شهادت. دو مرتبه اینجا آقا رسول الله به دو بزنگاه از بزنگاه های زندگی امام مجتبی اشاره میکنن. این قصه لحاظا مجموع این جریانات مثل علامه مجلسی رو به این نتیجه میرساند که آقا امروز روزی نیست که به راحتی از کنارش رد بشیم. این مصیبت مصیبتی نیست که صرف یک جراحت نیست که از کنارش آسونی بخوام گذشت بکنم رد بشی. لحاظا توصیه میکنه به شیعیان، به محبین، که در این روز زیارت امام مجتبی رو قرائت کنه. عرض ادبی، عرض توسلی، عرض ارادتی، عرض توجهی به امام مجتبی داشته باشید. یک، دو، لعن کنید قاتلین و ظالمین حضرت به حضرت رو. این مقدمه خیلی لازم بود که بهش بگیم که این سوال پیش نیاد که خب حالا یه جراحتیه شده اینقدر، حالا بیان حالا شبهاتی که امروز مطرح میشه ایام سازی بکنید و دو مرتبه یک قصه جدیدی بشه. ما نکردیم، خود آقا رسول الله معرفی کردن اصلا. یک حیات چندین و چند ساله بوده از دست گذاشتن آقا رسول الله رو این دو قسمت. درست. خب چرا ما عمل نکنیم؟ مایی که در یک مستحبات خیلی ساده میگیم آقا مثلا طرف نگاه میکنیم میگیم که آقا چجوری مسواک میزنی؟ میگه اینطوری. چرا؟ چون آقا رسول الله فرمودن. ناخون میگیره فلان طور ناخون میگیره. چرا اینطور ناخون میگیره؟ چون آقا رسول الله فرمودن. بر اساس خب سنت عمل میکنیم، عمل میکنیم. ما در اون موارد به این سادگی پیش پا افتادگی میریم سراغ سنت آقا رسول الله. تو این قصه با این اهمیت چرا سراغ صحبت آقا رسول الله نریم؟ توجه نداشته باشیم که برای چه؟ بالاخره جهتی داشته که آقا رسول الله قبل از اینکه اصلا امام مجتبی به حسب ظاهر به امامتی برسن و قرار باشه این مصائب وارد بشه، آقا رسول بشنن گریه کنن بر این مصائب. چرا؟
اینها هر کدوم اهمیتی داره. خب حالا توجه کردیم به سبب اون حالا تلنگری که آقا رسول الله برای ما زدن، ما توجه کردیم. خب امروز یا به تعبیری میشه گفت شاید امشب دیگه شب 23 رجب، حالا نمیدونیم ماه امشب فرداست، بالاخره اینها یکی دو روز نیستیم تو روز آره 23 شب 23 رجب اختلاف علایق ظاهرا اینطور که نقش شده در شب 23 رجب در تاریکی شب و قدرن. یکی از مصائب اهل بیت اینه که اینها یه مشتی آدم ضعیف، یه مشتی آدم ترسو، یه مشتی نامرد طرف حضرات بودن. داره در بعضی مرثیه ها رویا روی رو به رو نداشتن. در بعضی از مرثیه ها و خیلی به حق هم هست گفته میشه، مثلا مزامین این چنین گفته میشه که گریم از آن طرف که نامردها تو را زدن، مثلا مزامین این چنینی در اشعار، و واقعا همین طوره. یعنی اهل بیت با کسی بودن. خب ما شنیدیم راجب عمرو بن عبدود وقتی که کشته شد توسط امیرالمؤمنین، خواهرش اومد بالا سر جنازهش و نگاه کردید که هیچ کدوم از وسایلش، از جنگالات، جنگ ابزارهایی که با خودش همراه داشته، انگشترهاش، هیچ کدوم اتفاقی نیفتاده. اینقدر تعجب کرد نتونست خودش رو ببین. اصلا در عرب خصوصا در جنگ ها عده از زنان رو می آوردن اینها نوحه کنند تا تشجیع کنند سربازها رو. خب این خواهر عبدالمطلب یکی از وظایفش همین کار بود. طبعا آمده وسط معرکه بالا سر برادرش، برادر از دست داده، باید منتظر شیون و ناله باشیم. اینقدر تعجب کرد نتونست خودش رو کنترل کنه، گفت من گریه بر چی بکنم؟ جنگیدی یه مرد تو رو کشته. امیر عالم، امیرالمومنین، دقیقاً نقطه مقابلش راجع به اهل بیت. یعنی اصلا ما یک بعد از مظلومیت اهل بیت باید بشینیم گریه کنیم که تمام کسانی که بودن نامرد، ابن ملجم از پشت سر جسارت کرد. اینجا همینطور. چرا مسموم میکردن حضرات رو؟ قدرت رویارویی مقابل اصلا نداشتن. قدرت رویارویی نداشتن با قدر، با کینه، با نیرنگ. و این خودش اصلا یه بعد مظلومیت اهل بیت. در خصوص قصه سید الشهدا بحث پراکنده میشه، در خصوص قصه سید الشهدا دقیقا همین قصه است که چقدر نیرنگ زدن در خود واقعه کربلا. بماند بگذاری چه شد؟ چه شد که امام حسن مجتبی از مدینه به مدائن اومدن و چه اتفاقاتی افتاد؟ ما اجازه بدین از یک مقطعی شروع کنیم، حالا اجمال، من چون وقت برنامه اقتضا نمی کنه میخوام یه اجمالی عرض بکنم. این رو هم میدونیم که امام حسن مجتبی علیه السلام 5 ماه بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام حکومت رو داشتن. بله همین دقیقا از همین مقطع میخوام شروع کنم. یعنی شهادت امیرالمؤمنین اتفاق افتاد، امام مجتبی به عنوان خلیفه و جانشین امیرالمؤمنین مطرح شد. مجموعا تواریخ رو که نگاه میکنیم، مردم عراق، مردم مدینه و مکه، حجاز راضی بودند به خلافت امام مجتبی. اونا بیعت هم کردن؟ بله راضی بودند. نسبت به مثلا یه مناطقی مثل یمن لااقل اینه که گزارشی نرسیده که ناراضی باشن. درست. تنها نقطه ای که اعلام شده که اینها ناراضی بودن شام بود، اون هم به واسطه حضور معاویه در اون منطقه. دو دلیل مهم داشت. دیشب یک اشاره ای شاید کردیم یا نه فراموشم شد، باقی مانده یهودیان خیبر و یهودیان مدینه در زمان عمر اینها کوچ داده شدند به شام. منطقه خیبر رو رها کردن به شام رفتن؟ کوچ داده شدن. از طرفی عمر معاویه رو منصوب کرد به ولایت شام. یعنی شاید اینطوری که بعضی از مورخین تحلیل میکنند اصلا تدارکی بود که شام تبدیل بشه به یک منطقه برای اجتماع دشمنان اهل بیت.
که معاویه این هدف رو پی گرفت، شروع کرد از اون جریان گوسفندها و تعلیم و تربیت بچه ها به بغض امیرالمومنین، و کجا بهره برداری شد؟ زمان یزید و ورود اسرا به شام، اوج مصیبت اونجاست، اونجا بهره شو برد. حالا بحث مفصل تاریخی داره و تحلیل تاریخی نیاز داره. علی حالن اهل شام به مخالفت پرداخت. خب تا این حدود 5 ماه، حالا با کمتر و بیشتر، اوضاع آرام بود، تا اینکه خبر رسید شام به فرماندهی معاویه لشکری تدارک دیده شده و آمدند به سمت امام مجتبی. از این طرف امام مجتبی سپاهی رو مهیا کردند برای حرکت. یکی از اعجازهایی که از امام مجتبی رسیده، زمانی که خواستند بیعت بکنند چند خطبه خواندند در اون ایام ابتدایی بعد از شهادت امیرالمومنین. یکی از نکاتی که در یکی از خطبه ها اشاره کردن، حضرت فرمودن خب اولا یکی نکته بود که عیناً با کلام امیرالمومنین مطابقت داشت، فرمودن من تمایلی به حکومت بر شما ندارم. عدم تمایل حضرت به من، اصلا حاکم نیستم. یه نکته ی عرض بکنم، این خیلی مهمه. ما گاهی وقتا میگیم بحث امامت و نزاع بر امامت، این رو با حکومت یکی میگیریم، حالون که دقیقا دوتاست. شأن امامت حضرت یکی مطلب حکومت. انشالله اگر مجالی بشه در برنامه امام کاظم بهش بپردازیم، در حالا شبهای شهادت، نمیدونم حالا مجالی بشه یا نه. هارون به مأمون یه مکالمه ای داره خیلی مفصل و زیبا. هارون به مأمون میگه که من بشناس، این آقا رو بشناس، موسی بن جعفر رو، من امام بر جسم مردمم، حاکم بر جسم مردمم، و این آقا امام است بر قلوب مردم. عجیبه. جایگاه امامت اینه. حالا یک دشمن از دید بیرون اینطور میگه، از اون طرف امام رضا از داخل بیان میفرمان، میفرمان الامام الوالد و شفیق، تعبیر اینطور میشه. ببینید امامت یک مسئله است، حکومت مسئله دیگری. امامت اولین نکته‌ای که درش مهمه اینه که تسلیم باشی، فرمان برداری. حالا حاکم هست یا نیست، شما تسلیم. اگر این آقا رو پذیرفته ای به عنوان حجت الله، حجت الله هست، پس باید بپذیری به تمامهی و کمالهی او رو. اگر میخوای به عنوان حاکم بپذیری، خب مثل حاکمای دیگه اصلا بحث حکومت فرق میکنه. و این یکی از بزنگاه هاست. در همین قصه آقای امام مجتبی و بعد از شهادت امیرالمومنین چند خطبه خوندن. یکی از نکاتی که در این خطبه ها بهش اشاره کردن، فرمودن من حکومت نمیخوام بر شما بکنم، و اگر با من بیعت میکنید، بیعت کنید بر این که با هر کس که جنگیدم شما هم بجنگید، و با هر کس که صلح کردم شما هم صلح کنید. یعنی امام به نحوی داشتن بیان میفرمایند، نوعی از اعجازه که شما من رو اگر حجت خدا میدانید. بعدن هم خب همونجا یه عده‌ای به شک افتادن، یعنی چی صلح کنیم، با چی صلح کنیم. دقیقا این اونچه که در صلح حدیبیه اتفاق افتاد. ما به رسول الله صراحتا اومدن گفتن یا رسول الله ما برای جنگ اومدیم، یعنی چی میگی صلح؟ حضرت فرمودن خدا داره به من وحی میکنه، اگر من رو رسول خدا میدانید، اگر نمیدانید که نمیدانید، کما اینکه نقش شده دیگه، از برخی نقش شده که شک نکردم در نبوت محمد، مثل اون روزی که شک کردم در صلح حدیبیه. درست. خب این یک نکته بسیار مهمه، شما حجت الله میدانید یا نمیدانید. اگر حجت الله میدانید، اگر میدانید باید تبعیت کنید، اگر نمیدانید که خب یا علی مدد. این نکته بسیار مهمی بود. این قصه اتفاق افتاد، بیعت کردن. خب خبر لشکر شام هم رسید، امام مجتبی سپاهی رو مهیا کردن به سمت معاویه. مراحلی از جنگ اتفاق افتاد. در چه منطقه‌ای؟ کلا حالا چند نقطه فراگیری داشت نزدیک همین ثابات مدائنه. دوست. جنگ بین معاویه و امام مجتبی چند منطقه، همون محدوده است، حالا لوکیشن جغرافیاییش رو اگر نگاه بکنیم،
این جنگ صورت گرفت. معاویه دید که داره تلف میشه، دو سه حمله ای که اتفاق افتاده داره کشته میده، شروع کرد به ترفند زدن. ترفند اولی که بود عبید الله ابن عباس رو به 1,000,000 درهم خرید، یا 1,000,000 دینار یا 1,000,000 درهم، با استفاده از راههایی که امرواس بهش معرفی کرد. بله، و مسئله ای رو به دروغ اینجور حالا نقل شده، نمیخوام زیاد وارد اقوال تاریخیش بشم چون اینا هر کدوم حالا بحث مفصلی داره، تحلیل نیاز داره. این رو همیشه میدانیم که تاریخی که الان به دست ما رسیده بدون تحلیل ارزشی نداره، چون پر از تحریف و سانسور. آره، باید بررسی بکنم. من اون حالا قدر مسلمش رو عرض میکنم. خبر داد اون چه که نقش شده و معروفه، این که خبر داد که امام مجتبی پیغامی برای من فرستاده، اراده صلح کرده، بیا و به من ملحق شو، این مبلغ رو هم بهت میدم. عبیدالله به امام خیانت کرد، حضرت کس دیگری رو جای اون گذاشتند. فردا دو مرتبه جنگی گرفت، دو مرتبه معاویه شکست، در اون حمله هم سپاهش شکست خورد، دید که فایده نداره، سراغ ترفند دیگری رفت. حالا عده دیگه از فرماندهان رو هم طلب کرد، یک گروهی رو فرستاد که مذاکره کنند با امام مجتبی. به اینها گفت شما وقتی رفتید مذاکره کردید دارید بر می کردید، بالاخره از لشکرگاه رد می شید، هر نتیجه ای که از صلح با از مکالمه با امام مجتبی گرفتید جای خود، وقتی دارید بر می گردید شروع کنید بلند بلند بین لشکرگاه اینجور ندا بدید که الحمدلله که حسن ابن علی صلح رو پذیرفت و خون مسلمین رو حفظ کرد. اینقدر این نقشه تأثیر گذاشت، حالا عده‌ای از فرماندهان حضرت رو خیانت کردن رفتن، این قصه ها اینقدر تأثیر گذاشت که عده‌ای از بالاخره اینها کسانی بودن که بیعت کرده بودن با امام مجتبی، از لشکریان امام مجتبی علیه السلام بودن، اینها آمدن به خیمه امام مجتبی هجوم آورد، اموال درون خیمه رو غارت کردن، حتی سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدن. به واسطه این که یک شایعه اتفاق افتاد که امام حسن مجتبی علیه السلام صلح رو پذیرفتن. خب اینجا دو مسئله مسلم میشه، یک بیعتی که شده به درد نمیخوره، چون که وقتی من شما الان در جامعه امروزی در میدان جنگ اگر کسی نسبت به فرمانده خودش تمرد بکنه به هر دلیلی، اصلا صحیح اصلا فرمانده غلطی کرده، شما تمرد بکنی مؤاخذهش میکنن، فرماندته، به این دید هم نگاه نکنیم، حجت الله هم نیست، امام هم نیست، عالم به غیب هم نیست. با اینکه حضرت در همون میدان جنگ یکی از خطبه هایی که در میدان جنگ حضرت خوندن، حضرت فرمودن من به اذن الهی خبر دارم از اون چه که به صلاح شماست و تدبیر میکنم برای شما بهتر از اون چه که شما برای خودتون تدبیر میکنید. خب چنین جسارتی رو، خب این قصه سقیفه شد. در قصه سقیفه چه شد؟ آقا رسول الله فرمودن یا علی اگر سقیفه اتفاق خواهد افتاد، حق تو را قصف خواهند کرد، اگر 40 نفر پیدا کردی که یاور تو باشند با تو بیعت کنند، حقت رو بگیر، وگر نه سکوت کن و خون اهل بیتت رو حفظ کن. امیرالمومنین حالا در تعبیری داره 3 شب، در بعضی نقل‌ها داره تا 40 شب، در سلیم داره 40 شب امیرالمؤمنین رفتن مهاجرین و انصار رو قسم دادن و اینها بیعت می کردن، قرار بر این می شد که صبح بیایند و امیرالمؤمنین نصرت کنن، صبح بیعت می شکستن. امیرالمؤمنین هم خب لحاظا بعدن هم احتجاج می کردن، شما چندین مرتبه بیعت شکستید. خب قصه امام مجتبی هم همینطور شد، چون بیعت شکستن برخلاف قصه کربلا. در قصه کربلا چه شد؟ آقا سید الشهدا نیرنگ و تأمین مادی و اینها که جای خود، حضرت فرمودن آقا الان شب عاشوراست، من هم بیعتم رو برداشتم، هر کدوم از شما دست
همراهی اگر داره، اهل و عیالی اگر با خودش آورده، بگیره و از این سرزمین خارج بشه. هیچ اشکالی هم نداره. من بیعتم رو هم برداشتم و این عده ماندند و بهشون برخورد که سید الشهدا آجان چی در مورد ما فکر میکنی؟ دیگه اون مفصلا بحث ها شده. نازاد سید الشهدا ایستادن، مخدراتشون رو، نوامیسشون رو گذاشتن و جنگ. چرا؟ حضرت فرمودن من اصحابی ندیدم مثل اصحاب خودم. حالا این رو مقایسه کنید با جریان امام مجتبی که به صرف یک شایعه ما نگاه کنید، اون بزنگاه عصر عاشورا کجاست؟ حمله به خیامه. دیگه انتهای جسارت و حتی کی لشکر یزید، حمله به خیام سید الشهدا. خب هنوز نه جنگی اتفاق افتاده، نه به صرف یک شایعه همین حتی کی و جسارت به امام مجتبی میشه، دور و بری امام مجتبی، اونم توسط سپاه امام مجتبی. پس امام مجتبی علیه السلام بین لشکر خودشون قریب واقع شده. بله دقیقا. اصلا ببین این رعای یاوری عزیز، یکی از ابعاد مظلومیت تمامی اهل بیت، من این رو حاضرم تک به تک از امیرالمومنین تا به خود حضرت صاحب العصر بشینم با مستنداتش ثابت بکنم که یکی از ابعاد مظلومیت حضرات ظلم هایی است که از نزدیکان بود، نزدیکان، محبین، شیعیان به حضرات می شده. و الا دشمن که دشمنی میکنه، دشمن دشمنی میکنه. اینقدر این کار به جایی رسید، خب امام مجتبی فرمودن که من بیام الان با یک چنین افرادی بیام جنگ بکنم که اینها خودشون میان من رو دو دستی تحویل معاویه میدن و دو حالت داره، یا معاویه من رو میکشه یا منتی بر من میگذارد و من رو از خون من میگذرد، کمان که آقا رسول الله از خون طلقا گذشتن فانتم طلقا اون قصه. و این هر دو صورتش شکست برای ما و شکست برای بنی هاشم و شکست برای قریش. اصلا جون مسلمان ها دیگه حفظ نمیشد، تمامش. این مظلومیت به کجا رسید؟ خیلی عجیبه. ببینید ما در اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب امام مجتبی یک کسی رو داریم به نام حجر ابن عدی و حجر ابن عدی. آره، حالا با اختلاف الفاظ من کنم. خیلی آدم عجیب و غریب و متسلب در امر اهل بیت. اصلا حالا قصه ها داره، آدم واقعا عجیب و غریب و در راه امیرالمومنین هم جون خودش رو داد و جون بچه هاش رو داد. این اخیراً هم داعش که اومد جسارت شد به مقعد مطهرش. دقیقاً. خیلی اصلا شاید اصلا یه برنامه اصلا اختصاصی داشته باشیم راجع به اینکه چه ها کرد در کوفه حجر ابن عدی. نامه نوشتن 40 نفر از بزرگان کوفه، از کسانی که حالا با معاویه سر و سری داشتن، گفتن اگر میخوای حکومتت بمونه فکری به حال حجر ابن عدی بکن، نابودت میکنه. خطابه های عظیمی میکرد، رسوا میکرد قاصبین رو، در حدی که خود عامه نوشتن که به نحوی خود در مسجد کوفه خطبه میخوند و رسوا میکرد که صدای 2/3 مسجد کوفه از مردم پر میشد، صدای لعن و نفرین خود عامه نوشتن. مردم بر قاصبین خلافت بلند میشد که بیرون از مسجد کوفه صدای لعن و نفرین مردم که داخل مسجد دارن به قاصبین لعن میکنن شنیده میشد در اثر خطبه های حجر ابن عدی. آدم عجیب و غریبیه، مثلا چیز واقعا استثنایی. حجر ابن عدی اومد کنار خیمه امام مجتبی، در رو باز کرد. حالا در بعضی نقل‌ها داره سوار بر اسب، پیاده هم نشد. حالا این یه خورده ببین عرصه چیه. اومد گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین. این بیان رو حجر ابن عدی داشت؟ بله. امام مجتبی فرمودند که حجر مثل تویی داره اینطور حرف میزنه. بعد یه اعجازی واقع شد، فرمودند اگر جدم رسول الله رو ببینی و بهت بفرمایند که امام مجتبی امام توست و هر چه کرد صحیح هست،
اصلا کنهو یه مرتبه حج به خودش اومد که چه غلطی کرده. حضرت اشاره کردن گوشه ای از پرده خیمه کنار رفت، وجود نازنین آقا رسول الله رو حج مشاهده کرد، بهش فرمودن حج چه میکنی؟ توبه کرد. ولی ببین عرصه چیه که مثل حجر ابن عدی به این قصه دوچار میشه. مرحوم علامه مجلسی در بهار ذکر شنند قصه مفصلیه. میخوام ببین من تمام این قصه ها رو دارم میگم، اون جبسازی میخوام آره یک دید کلی داشته باشیم. ما دیشب هم نسبت به جنگ خیبر گفتیم اول باید یک شاکله کلی داشته باشیم که اصلا چی بوده قصه. این وضعیت امام مجتبی شکل گرفته. در ادامه این هتاکی ها میرسیم به جسارتی که شب 23 رجب توسط جراح ابن سنان اسدی در سابات مدان همون حالا منطقه اتفاق افتاد و این آمد چنان جراحتی با دشنه مسموم به پای حضرت وارد کرد که تا به استخوان حضرت رو شکافت و حضرت از درد دست انداختن گردن این ملعون و از روی اسب به زمین افتاد. که خب اصحاب حضرت اومدن، برخی اصحاب گرفتن به درک واصلش کردن. از اونجا امام مجتبی رو منتقل کردن به مدائن. به کجا؟ اون موقع والی مدائن، فرماندار مدائن، عموی مختار بود. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام. کافه پرسش شنبه تا چهارشنبه 9 شب، بازپخشش روز بعد ساعت 9 صبح و 4 بعد از ظهر در نیمه دوم سال و نیمه اول سال هم انشاءالله ساعت 10 شب در حضور مهمانان و کارشناسان محترم مهمان محافل گرم شما عزیزان هستیم. جناب آقای ابتهی، بحثمون رسید به ضربت خوردن آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و اونجایی که حضرت رو به مدائن بردند و در منزل عموی مختار، اونجا منظر سعد ابن مسعود عموی مختار، حضرت موندن تا مداوا بشن. بله. و خب حالا ما شاید کلیت قصه این بود که خدمتون عرض کردم، یعنی لازم بود که اون بدانیم که چه شد، به چه اتفاقی صورت گرفت، چه وقایعی دست به دست هم داد تا حضرت آمدن. خب صلح با معاویه رو پذیرفتن، عرضم به خدمتون مفاد صلح رو، حضرت رو به خانه عموی مختار بردند و حضرت مداوا شدند. از اون طرف حضرت صلحنامه رو پذیرفتند، شروطی رو در اون مبایعنامه و صلحنامه حضرت مقرر کردند که عملا دست و پای معاویه رو بست. و پذیرش صلحنامه توسط امام حسن مجتبی برخلاف اون چیزی بود که معاویه تصور می‌کرد. با این شرایط لحاظا مجبور شد این کار رو انجام بده و بعد از اون تنها راهی که برای معاویه موند این بود که تخلف کنه از اون صلحنامه. شرایطی که حضرت بله. و خب حالا نکته مهم هم اینه، حضرت بعد از این صلحنامه، خب گذشت زمانی، حضرت به مدینه برگشتن و منجر شد به شهادت حضرت. تا حدود 10 سال امامت آقا سید الشهدا حضرت کماکان به این صلحنامه وفادار بودن. تمام وقایع سید الشهدا با هلاکت معاویه و شکستن اون عهد، چون قرار بود که معاویه، یکی از مفاد این بود که جانشینی برای خودش مقرر نکنه، همه ی قضایا از اونجا شروع شد. لحاظا نگاه میکنیم اون فرمایش آقا رسول الله که حضرت فرمودند که دو فرزند من امام مجتبی و سید الشهدا امامان قاما او قعدا، اشاره به این قصه داره. و توجه بکنید حضرت میفرمایند که قاما او قعدا، چه اون موقعی که هر دو قیام کردند، چه اون موقعی که هر دو قعود کردن. یعنی اشاره دارد که هر کدام از ائمه، خب متاسفانه الان داره یک سوء استفاده هایی میشه، مثلا برخی که به نیاز پیدا میکنن به شرایط صلح، شروع میکنن بیان کردن صلح امام حسن، احتیاج میکنن به شرایط جنگ، بیان میکنن به واقعه کربلا، استناد میکنن به اون قصه. حالون که فرمایش آقا رسول الله اینه که قاما،
چه هر دو که قیام کردن، چه هر دو که قعود کردن. یعنی حجت الله تفاوتی نمی کنه. امام مجتبی یک دورانی داشتند که قیام کردند بر ضد معاویه و دورانی داشتند که صلح کرده بودند. و سید الشهدا هم دورانی رو داشتند که طبق همون صلحنامه قعود داشتند و زمانی بود که دیگه شکست اون صلحنامه و حضرت قیام کرد. حالا قیام هم شاید تعبیر دقیقی نباشه. علی حال جنگی صورت پذیرفت. درست. این یک نکته. خب ببینید ما یک شاکله کلی از این که چه شد که منجر به این مصیبت شد و این که حضرات معصومین آقا رسول الله آقا امیرالمومنین توجه دادن شیعه رو به این مقطع حساس از زندگی امام مجتبی بیان کردیم. خب به من اجازه بدید یک گریزی بزنم. یعنی نگاه بکنید کجا میخواید مسیر رو به سوق بدین؟ عرض میکنم خدمتون. ما نگاه میکنیم وجود نازنین رسول الله، وجود نازنین امیرالمؤمنین ما رو توجه میدهند که ای شیعه ای که قرار است، حالا ما 1400 سال بعد از این واقعه آمده ایم به دنیا، شاید سالهای سال ادامه داشته باشه و وای بر ما اگر سالهای سال ادامه پیدا کنه و فرج حضرت امضا نشه. آره خوبی باشه و مقدمات ظهور رو فراهم کنیم. احسنت. توجه دادند به این که توجه داشته باش به این مقطع از زندگانی امام مجتبی. خب ما توجه کردیم، یک بررسی اجمالی هم کردیم که چه شد که امام مجتبی این موقعیت براشون اتفاق افتاد که در لشکرگاه خودشون چنان قریب واقع بشوند که توسط سپاهیانی که بیعت کرده اند، حالا از جهت شرعی و حقوق بگیر حضرتن، درست، اصلا دید شرعی نداشته باش، حضرت فرماندهن، اینها سپاهی هستن، حضرت دارن حقوق به اینها میدن و اینها تمرد کردن بر فرمانده خودشون، در این موقعیت قرار گرفتن. خب حضرت ما رو توجه دادن که این موقع اینجا رو توجه داشته باش. آقا رسول الله گریه کردن بر مظلومیت امام مجتبی، یک هنگام شهادتشون، دو اون موقعی که بین شیعیان و محبینشون قریب افتاده. قریب بودن حضرت رو هم ما باید مد نظر داشته باشیم. پس احسنت. خب ما برای چی تاریخ میخونیم؟ در روایات ما توصیه شده تاریخ رو بخونید که عبرت بگیرید. در قرآن تصریح شده برید آثار و اخبار و گذشتگان رو بخونید، فکر کنید و عبرت بگیرید. الان 1400 سال گذشته، امامیست مفتر از او تاعه، بیعت کرده این با او، درست، امام زمان ماست. خب امام مجتبی که بود امام زمان حجر ابن عدی. ما اگر خیلی خوب آدمهایی باشیم، اگر خیلی خوب، حالا اصلا من باید بیام یک فصل مفصلی در عبادات جناب حجر بگم، از معارفی که کسب کرده محضر امیرالمؤمنین و امام مجتبی در تسلبش در امر ولایت، در اقامه امر ولایت امیرالمؤمنین، در بیزاری عملی و لسانی از دشمنان امیرالمؤمنین، همه اینها رو بگم. من اگر خوب کار بکنم و برسم به اون جایی که حجر رسید، اگه تخلف که حیات که ما برسیم به اون جاها، مثلا حجر ابن عدی کجا، ماها کجا، اگر برسیم تازه میرسیم به اون جایی که امیرالمؤمنین آقا رسول الله میفرمایند آی شیعه که بعد از 1400 سال زحمت تو کشیدی رسیدی به حجر، اگر برسیم. حواست باشه من رسول الله دارم گریه میکنم بر اون لحظه ای که حسنم اینقدر قریب بشه که مثل حجر ابن عدی بیاد به فرزند من بگه یا مذل المؤمنین. حواست باشه. حواسمون نبود و عیناً این قصه برای ما تکرار شده. جالبش. و خودمون توجه نداره. من اینو میخوام بگم، بعضی وقتا ما یه سری اعمال خوبی انجام میدیم، به واسطه این اعمالای خوبی که انجام میدیم گاهی وقتا که مسیر رو به خطا میریم یه تلنگری به ما میزنن و مسیر رو واقعی به ما نشونن، مثل حجر ابن عدی که حضرت امام مثلا مجتبی علیه السلام مسیر رو بهش نشون دادن و توبه کرد و برگشت و جز یاران حضرت هم بود و به شهادت هم رسید. ما چه کار کنیم برای امام زمان خودمون؟
کار که نکردیم، کار که نکردیم هیچ. آیا مسیری که رفتیم چلنگورایی که به ما زدن آیا ما رو برگردش دقیقاً مسیر؟ یعنی شاید ماه رجب، ماه رجب ماه استغفار، ماه رجب ماه استغفار، حتی یکی از اعمال مخصوصه رجب استغفار. بله استغفار هر روزه. خب ما شاید بشینیم و استغفار، یک استغفار لسانی است، یک استغفار عملی است. یعنی من اگر گناهی رو مرتکب میشم در درجه اول توبه میکنم، خدایا توبه کردم، بعد این استغفار قلبی نیاز داره و در قلبم بیزاری بجویم از اون عمل، از اون گناه، و بعد در عمل بیام ثابت کنم. من بیام بگم خدایا من از غیبت کردن، از تهمت زدن توبه میکنم، بعد کماکان غیبت و تهمت، این خدا میگه خودت مسخره کردی. یا ماه استغفاره. امیرالمؤمنین آقا رسول الله تلنگری به ما زدن که در ماه رجب من گریه میکنم بر مصیبتی که بر حسنم وارد میشود در ماه رجب. آقا چه میشود؟ تعبیر حضرت، حالا بیان مصیبت رو میفرماید، علت این مصیبت چیست؟ قریبی حضرت بین شیعیانشون. خب 1400 سال گذشت، امام زمانی دارم اینن. خب شب جمعه میشه، صبح جمعه میشه، شب و روزیست که متعلق به امام عصره. شروع میکنیم مناجات کردن، صبح جمعه میریم دعا نطبه میخونیم، خودمون داریم میگیم آقا ابرز وا ام غیرها ام زیتو وا، تو کدوم کوه و بیابانی؟ امیرالمومنین میان میفرمایند که فرزند من به وضعیتی میرسد، خواهد رسید که وحید و ترید و شرید و قریب خواهد شد، رانده میشه. از کی؟ از دشمن؟ خود دشمن که اصلا چیز جدیدی نیست، رانده میشه بینه. در بعضی روایات داره اسم و رسم حضرت از بین شیعیانش میره. ما الان نشستیم دوره هم اینجا نشستیم، دوربینی هم گذاشته شده، میگیم که آره حجر ابن عدی اومد حضرت عرضه داشت آموز للمؤمنین، پیش خودمون هم میگیم وای چه کار اشتباهی کرد. اگه ما خودمون تو مرحله که بودیم نه هم الان هستیم. الان هم هستیم. الان وضعیت ما نسبت به صاحب العصر و زمان چیست؟ به حالت طرفدارانه در... میگیم که چرا حضرت ظهور نمیکنی؟ الان من در زمانی واقع شدم که در اثر کارهایی که من کردم و ما کرده ایم، آقامون امام عصر وحید و ترید و شرید واقع شدم. حضرت الان در غیبت طولانی هستند، در غیبتی هستند که طبق روایات شریفه حضرت فرمودن احدی از جای حضرتش آگاهی و اطلاع نداره الا یک نفر که امور حضرت رو کمک کار و خدمت میکنه به حضرت. خب ما که خیلی وضعیت بدتری داریم نسبت به شیعیان زمان امام مجتبی، خیلی وضعیت بدتری داریم. بعد چی خواستن از ما؟ حالا عصر بالاخره من یک نفره که نمیتونم امر ظهور رو محقق کنم، دو تا مسئله از ما خواستن. یک، معرفت امام عصر. حالا مجموعه روایاتی که آمده، معرفت امام عصر رو از ما خواستن و دعا برای فرج حضرتشون رو. همین دو امر رو، کما اینکه در جنگ صفین مثلا یا در جنگ بر علیه معاویه، جنگ امام مجتبی، حضرت شیعانشون چی میخواستن؟ آقا چشمتون به فرمان من باشه، آماده باشید که اگر گفتم قیام کنید قیام کنیم، اگر گفتم بنشینید منتظر بنشینید منتظر. آقا الان وجود نازنین امام عصر، فرمودن معرفت امام رو کسب کنید، جایگاه امام رو بشناسید، کمان که امام مجتبی فرمودن، امام حضرت فرمودن مردم اگر با من بیعت میکنید بیعت کنید که با هر که جنگیدم بجنگید، با هر که جنگ نکردم صلح کردم صلح کنید، ولایت پذیر باشید. این معرفت رو پیدا کنیم. آیا این معرفت رو پیدا کرده ایم؟ باید روی خودمون کار کنیم. سلام. حضرت فرمودند نوا کنیم برای فرج. آیا برای فرج به اندازه کافی، به اندازه خودمون دعا کرده ایم؟ شاید این تأکیدی که از وجود نازنین آقا رسول الله آمده، این تأکیدی که از وجود امیرالمؤمنین آمده،
که در ماه رجب مصیبتی بر فرزندم حسن وارد می شود که موجب شده من گریه کنم. در ماه رجب مصیبتی بر فرزندت حسن وارد می شود که من خدا در شب معراج، من خداوند تبارک و تعالی و جل ذکره می خوام توی پیامبر رو به اون مصیبت امتحان کنم، این تلنگرها داده میشه برای من و شمایی که در عصر غیبت داریم همون شرایط رو تکرار میکنیم و در همون جایگاه قرار گرفته ایم. بهانه ای برای استغفار نیست. لحاظا قواس بهار علوم و معارف اهل بیت مرحوم علامه مجلسی می‌فرمایند روز 23 ماه رجب که شد بهترین بهانه است که زیارت کنی امام مجتبی رو، لعن کنی غاصبین و ظالمین و قتله حضرت رو، و من این نکته رو اضافه می‌کنم، عرضه بداری همونطوری که پسران یعقوب عرضه داشتن، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. کریم اهل بیت امام مجتبی، آقا جان شما در زمان شما شیعیان شما به شما چه کردن؟ در این زمان ما به حضرت، به امام زمان خودمون همون مصیبت رو، بلکه اشدش رو، لاقل حجر قبل و بعد این قصه در امر اهل بیت کوتاهی نکرد. اونجا یه معرکه امتحانی بود، خلاصه پاش لقصید. ما که اصلا خیلی وضعمون خراب داره. عرضه بداریم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بهترین عملی که اگر ماه رجب هیچ کاری نتونیم انجام بدیم از اعمال ماه رجب، خب یه مشت اعمال داره، الا این که برسیم به این استغفار. اولین مرحله استغفار اقرار به ذنبه. خدایا من این گناه رو انجام دادم، حجت الله رو، امام زمانم رو مطرود کرد، حالا میخوام توبه کنم. توبه لسانی، عملی و قلبی. بهانه چیست؟ ماه رجب، این مصیبتی که بر امام مجتبی وارد شده، آمدم چه کسی رو واسطه کردم؟ خود امام عصر که جایگاه ویژه دارن، این وسط برای امام عصر کریم اهل بیت رو واسطه قرار دادی. انشالله که قلب و جان آقامون ولی الزمان صاحب العصر و الزمان حضرت بقیت الله العظم از ما خوشنود باشه. همیشه من شاید گفتم، خیلی ها میگیم خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، شاید این خیلی مقطع از مرحوم کافی خیلی معروفه که میفرمود که ما آدم خوبی نیستیم، ما هیچ کاری، یا صاحب زمان هیچ کاری نکردیم برای شما، ولی شما هم همین چارتشی یه دست و پا شکسته رو داری، شما باید بگیری دست ما رو بیاری بالا. انشالله که به نور معارف اهل بیت و به نور علوم اهل بیت بتونیم سرفکنده نباشیم در محضر ولی اعظم حضرت صاحب العصر هستم. ممنون از شما، تشکر میکنم از شما، سلامت باشین. از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم و در پایان باید این نکته رو یادآور بشیم که اگر قرار معرفت اهل بیت رو کسب کنیم، ابتدا با تلاش بکنیم و قبل از تلاش کردن اون که از حضرات معصومین بخوایم که معرفت رو به ما عطا بکنن. خیلی ممنون، تا دیدار آینده. شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. آقا دست شما، سلامت باشین. یا علی مدد.